خب برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت از بدیم به تلفن های شما بپردازیم. اگر پیغامی دارین لطف کنین زنگ بزنید. تلفن استودیو هست 818-992-40-40 و پیغام معنوی دارید، هم بنده هم بینندگان و شنوندگان بتونن گوش بدن. بله بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام علیکم جانم، بفرمایید. الو، الو، برنامه مستقیمه؟ بله بله بفرمایید. بله صداتون پخش میشه. بله، هر چقدر خدمتتون که من خیلی خوشحالم از اینکه تونستم به حال یه برنامه مستقیم گیر بیارم، به خاطر که من حدود 2-3 هفته شروع کردم به نگاه کردن این حساب مجموعه. بسیار جالبه، بسیار نظر من گرفته و خیلی خوشحالم از اینکه اصلا من یه خورده شوک شدم در حال، چون واقعا فکرش نمی‌کردم که برنامه مستقیم گیره. بله، روزهای دوشنبه ساعت 6 برنامه مستقیم داریم. و شما از چه طریقی برنامه رو میبینید؟ خب این برنامه من از طریق اینترنت نگاه میکنم و الان 10:05 هست اینجا شب. بله، کجا تشریف دارین شما؟ یوستون تگزاس. بله، ما تو لس آنجلس هستیم. بله بسیار. پس این اختلاف ساعت شما... این فکر من محاسبه نکردم در جهت. بله. خب نمیدونستم. خواهش میکنم، شما از طریق وبسایت همین پرویزشهبازی.com میبینین یا از یه جای دیگه میبینین؟ من قبلا از دیرویز تماشا میکردم، قبلا دیرویز نگاه میکردم، خب به هر حال مجموعه تلویزیونی و اینجور چیزا. بعد یه بار تصادفاً روی وبسایت روی کانال شما کلیک کردم. صحیح. این یک بار کلیک کردن باعث شد که روزی 6-7 ساعت دیگه وقت میذارید برای این برنامه. لطف دارین. بله این برنامه خوب شد یادآوری فرمودین، شما از طریق GLویز هم پخش میشه، یعنی کسایی که تو خونه GLویز دارن میتونن. بله. از طریق تلویزیون ببینن، از طریق وبسایت GLویز.com ببینند، در تمام دنیا میتونن ببینن، از طریق وبسایت پرویزشهبازی.com هم میتونن ببینن. همه یه برنامه از پخش میشه. بله. الانم زنده پخش میشه. خدمتتون که من حالا نمیدونم، من فکر میکنم خیلی عقب باشم از این مجموعه. به هر حال تو یکی از مصاحبات من شنیدم که یه آقایی بودن که با خانومشون به هر حال هر دو رو خط بودن صحبت می‌فرمودن و اظهار می‌داشتن که شما آدم بسیار پخته و کارکشته‌ای هستید توی این موضوعات و سال‌ها که شما وقت گذاشتید و ایشون داشتن می‌گفتن ما کی می‌رسیم به این راهی که به هر حال شما بعد از این هم مدت طی کردید. و تلفن بعدی آقایی بودن که فرمودن که من فکر میکنم ما اگه بمیریم هم نمیرسیم یه همچین چیزی. و یه خانوم دیگه بودن که گفتن هر وقت عشق مادر اومد اون وقت میفهمیم که رسیدیم به این. آفرین. من یه توضیح راجع به این قضیه بدم. اول از این که ما حتما میرسیم چرا که شما رسیدید. آفرین. درسته؟ و این همه صوفی و این همه شاعر و این همه عرفای ما و این همه به حساب کسایی که ما فقط کافیه که سایت اون گنجور رو باز بکنیم. بله. گنجور.com رو باز کنیم و تمام شعرهای ما اونجا هستن به هر حال. بله. خب تمام اونا قبل از که بمیرن خب به این مرحله رسیدن. ما داریم سعی میکنیم که به هر حال مرگ، حتی اگر به این لحظه رسیدن هم باشه، مرگ این اشخاص در حقیقت اونا رو زنده کرد. الان کی منو میشناسه؟ هیچ کی منو نمیشناسه با این که زنده هستم. ولی بعد از این همه صدها سال که اونا مردن هنوز اسمشون اینجاست و ما به حساب مست به حساب قذریاتشون میشیم و در حال تمامی هم. آفرین. یه موضوع دیگه که میخواستم عرض بکنم اینه که یه آقای دیگه فرمودن که خب نتایجش چیه آخرش، مثلا ما میخوام به حساب اینا رو که ما یاد میگیریم و این همه باید روش کار بکنیم و فلا اینا، کی ما میفهمیم که رسیدیم و چطوری ما میرسیم. به نظر من تمام این موضوعات، من خب خیلی نگاه کردم، خیلی گوش کردم به این موضوع، تمام این شعرها، یه که استنباط من یک به حساب ترجمه ظاهری و یه ترجمه باطنی از اشعار وجود داره. آفره. مثلا اون شعری بود که راجب سوزن و ذوالفقار هست.
بله. بله. اون سوزن و ذوالفقار اونجا برمیگرده که میگه که خب من چه باکی دارم اگه کسی بخواد با سوزن به من دست بده که من خودم ذوالفقار دارم. خب بله. ما سوزن رو شما سوزن معنی میکنید، ذوالفقار رو فوقش یه شمشیر بران معنی میکنید، میشه معنی ظاهریش. ولی وقتی برمیگرده به اون اصل قضیه که میرسه به اون من ذهنی، درست این میشه یه معنی باطنی از این شعر. خب حالا شما این همه شعر دارید اینجا روزانه معنی میکنید، این همه تفسیر میاد، آخرش همش منتهی میشه به من ذاتی اون شخص، من به حساب ذهنی اون شخص، درست؟ که من ذهنی رو چیکار کنید؟ بکوبید تو سرش، شاددانش کنید و تعطیلش کنید. اونجاست که شما شکوفا میشید، اونجا که شما زنده میشید. پس ما نتیجه میگیریم، شما خودتون باها تو صحبتتون فهمیدید من دارم انتقال میدم، ترانسفر میکنم از مولانا به شماها، درست؟ بله. ما میبینیم که از مولانا پس توی تمام شعرهای خودش یک چیز رو داره به ما چیکار میکنه؟ میرسه. خب البته خب به زبونهای مختلف به قول فرمایش شما یک چیز رو میخواد به ما برسونه، و اونی که این منه ذهنی رو از بین ببریم، یعنی نفس اماره خودمون رو بکشیم تا بتونیم چیکار بکنیم، هرچی اون رو کوچیکش کنیم خود ما بزرگتر میشیم. آفرین. این تمام برداشت ماست. حالا ما کی میتونیم برسیم؟ الزاما نباید نزدیک مرگ باشیم، یا الزاما نباید مثلا 2000 سال روش کرده باشیم. خب به حساب توی همین کسی سریال ها من دیدم که مثلا ابو حسین تو سن 6 سالگی استادش دیگه حریفش نبود، با چوب دنبالش کرد گفت بچه تو داریم کف میگیریم و فلان میگیری چیزا، واقعا حریف این بچه نبود. یه کسی هستش که تو خیلی کوتاه مدت به لطف خدا و اینکه تخم این شخص چجوری باشه، نطفه این شخص چجوری باشه، آیا مثلا دست در نست همه خیلی عوض میخوام این صحبت میگم حلال خور بودن، من مذهبی نیستم ولی خب برحال ما بعضی موقع تا اون گذشته های خودمون هم فکر میکنم باید بدیم. برحال اگر پدر بزرگ من آدمی بوده که برحال نون ناجور توی سفره پدر من گذاشته باشه، منم دامنگیرش باید خواهم بود. اینی که به هر جهت رشته کلام از دستمون میگه. خیلی عالی بود، خیلی عالی صحبت کردین، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، پس دیگه در خدمت خواهیم بود در آینده. خیلی متشکرم که زنگ زدید. الو. بله. یک مسئله بود میخواستم خدمتون بگم در ارتباط با صوفیا و عرفایی که در عصر معاصر هستن. یه اطلاعاتی من دارم در مورد این زمینه از اشخاصی که توی این موضوعات به حساب هستن و جلساتی برگزار میشه و اینا. منتها میخواستم از حضور شما خواهش بکنم اگر شما اطلاعاتی دارید در این مورد یه مقدار راهنمایی به ما بفرمایید، اینا که ما بدونیم که به هر حال اگر احیانا آدم قدمی برمی‌داره یا مسیری رو می‌خواد طی بکنه از طریق اونا برای رسیدن به اون مطلوبیت والا یا اون حد انسانیت یا اون کمال انسانیت، خب اشتباهاً بر اثر مثلا فرض کن ندانم کاری به مسیری نره که به هر حال شناخته شده نبوده از قبل و منجر به مشکلات و ناراحتی های توی زندگی برای آدم بشه. یه چیزی هست، یک موضوعی هستش که به هر حال عرفان خب در حد به حساب همین این نیستش که مثلا خب یه سری شعر باشه و مثلا به هر حال تفسیری از شعر باشه و اینا. اگر آدم دنبال این قضیه بخواد بره، همونطور که میدونید که صوفیه در حال حاضر این کارو میکنن، دوزدها داره و مسائل خیلی پشت بندش داره تا در حال بتونه اون حد و اون مطلوبیت رو به حساب به نهایت خودش برسونه.